سلام بچه، امیدوارم کارتون خوب باشه. محمد ساده هم. بریم سراغ سوال درک مطلب و منطق. 5 سوال درک مطلب دارید و 5 سوال منطق توی تیله که جدید میاد. و اینکه خب درک مطلب باشه که بلدید دیگه، زبان دیگه، زبان رو باید بهتر از من بلد بشید شما. بریم سراغ منطقاش. ببین اولین سوال میگه که the product of 12 تا integer number، 12 تا عدد رو میگه جمع ضرب کردیم با هم دیگه، پروداکت یعنی ضرب دیگه، حاصلش شده پازیتیو، مثبت شده. From this information we can deduce that it's necessarily true. خب میخوام ببینیم که چه شرطی از کدوم یکی از شرط های پایین اگه برقرار باشه ما 12 تا عدد رو ضرب کنیم مثبت میشه حاصلش. میگه at least two factor are negative، میگه حداقل دو تاش نگاتیو باشه. خب من میگم اگه 3 تاش نگاتیو باشه بقیه‌اش مثبت، این خراب میکنه کارمون رو، پس این نمیشه. The number of positive factor is either zero or an even number. ها این آره خوب میگه دیگه، نه داره خوب میگه. داره اگه این اتفاق بیفته بچه ها، اگر پازیتیو ها ایون باشن چون 12 تایی، پس نگاتیو ها هم ایون میشه، یعنی زوج تا ایون داریم، زوج تا پازیتیو داریم، زوج تا نگاتیو، پس اینا هر جوری با هم ضرب بشن حاصلش میشه مثبت دیگه. خب این خوبه. آل فاکتور از پازیتیو که نه، دو تاش مثلا منفی باشه میشه تو فاکتور آر پازیتیو اند 10 تاش نگاتیو. اینم میشه ولی گفته نسسرلی دیگه، ولی این یه حالت خاصیه. اینم هم همینطور، پس هم گزینه بی بهتر از همه است. من گرفتی شد دیگه. میخوایم بگیم که الان تعداد منفیامون باید ایون باشه، یعنی باید زوج باشه تا این اتفاق. سوال 7 چی میگه؟ بچه سوال 7 از این سوال ها زیاده دیگه، یه سری جمله ها میده بعد یه سری استدلال. ما جمله ها رو میخونیم بعد میایم اون گزینه ها رو دونه دونه میریم چک میریم میریم چجوری گذاشت. میگه که all sparrows are birds. خب sparrows که یعنی گنگشت، گنجشک. و هم میگه تمام گنجشکا پرنده هن، بعد تمام گنجشکا کوچیکن. All birds are animal. تمام پرنده ها هم انیمال هستن، حیوان هستن. Some animal doesn't eat leaves. این هم که همجوری. بعد از اینا چی میشه؟ حالا ایو نگاه کن، میگه at least one species of birds doesn't eat leaves. بچه ما از اینا نمیتونیم همچین استدلالی کنیم دیگه، نه؟ یعنی اصلا ما نتونستیم درباره خوردن یا نخوردن برگ صحبت کنیم، ها؟ eating leaves رو زیاد نتونستیم کاری باش بکنیم، پس این احتمالا جواب اون نیست. خب نمیتونیم بریم کاری باش بکنیم. بعدی میگه all sparrows are small animals. ببین گفته بود تمام چیزا اسمال هم، قبول، تمام بردا هم انیمال هم. خب از اونجایی که هر سپاری پرنده هست و انیمال هم هست، پس انیمال های کوچکی هستن، این خوبه. Some sparrows don't leave leaves. اصلا ما در باره خوردن نخوردن تغذیه اینا که حرف زدیم، باز اسمال انیمالز آر سپرز، این هم باز دوباره اسمال انیمالز. میبینی اسمال انیمالز رو ما از این ور به اون ور خوندیم، یعنی موضوع محمول قاطی نکنیم، از این ور نمیدونیم. اسمال انیمالز هم که ایت لیوز هم که گفتیم نمیشه، این هم از این بدون وقفه و استوپ و اینا. اما بچه این هم سوال خوب و قشنگ میدید، این رو باید امتحان کنید دونه دونه. میگه که how can insert plus و minus sign to the following sequence number تا جوابش بشه 12. مثال هم زده زیرش، شما دونه دونه چیز کنید دیگه، ببینید چه جوری میشه. الان مثلا منفی مثبت اینجوری گذاشته دیگه. خب پس میای میگی 10 منهای 11 منهای 12 منهای 13 علاوه 4. خب مثلا میای میگی که این میشه -1 -26 -26 میشه -12 جوابش، که با اون چیزی که میخوایم نیست. این یکی میشه 10 منهای 11 منهای 12 علاوه 13 علاوه 14. خب من میام 13 رو با 12 جمع میکنم، یکی ازش میمونه، 14 رو با 11 جمع کنم 3 تا میمونه، 4 تا میمونه، پس جوابش 14 ای که نیست. اینم جواب من باز.
بعدی میگه ده منهای 11 به علاوه 12 منهای 13 به علاوه 4. این چه میشه؟ ده، این که منهای 1، اینم منهای 1، 14 منهای 2 میشه 12. همینه جوابمون. اون دو تا دیگر هم میتونید امتحان کنید، ولی گزینه سی جوابمون. ولی ببینید این سوال سوال سختی نیست، همینا رو چه دلیل امتحان کرد رفت. سوال آخرمون چی میگه؟ میگه سوال 9، سوال 9 آخر نیست، یه دونه دیگه مونده. میگه که توی شهری the school rules، یکی از قوانین مدرسه ها اینه که اگر بیشتر از 300 تا دانش آموز داشته باشن باید جیم و این چیز رو داشته باشن، باید جیم و درمانگاه داشته باشن دیگه، یعنی باشگاه و درمانگاه داشته باشن و به این دوتاش هم باید داشته باشن. این رول هم obeyed میشه، یعنی پیروی میشه ازش، which of the following certainly. میگه اگر یک اسکولی نداشته باشد جیم، اون وقت درمانگاه هم نداره. خب این که اصلا داره چرت میگه، در یعنی در وقتی که دوم سوال حرف زده که ما هیچ نتیجه گیری ازش نتونستیم بکنیم، اصلا نکرد. میگه if a school has an infirmary then it has more than 300 people. بچه ها میبینید چی میگه؟ میگه اگر که سوال یه بار دیگه، اگر بیشتر از 300 تا بودیم پس ما باید درمانگاه و باشگاه داشته باشیم، یعنی ممکنه یه سری ها کمتر از 300 باشن ولی درمانگاه و باشگاه داشته باشن. پس اینم غلطه. سوال چیزم یکی دیگه شم همین جوریه، این دومی ببین داری زی اسکول هات از جیم اندازم تا بنجا. ما درباره بودن یا نبودن جیم و درمانگاه اصلا صحبت نکردیم، پس اینم چی؟ If a school doesn't have a gym, then it has 300 people at the most. ببین پس میگیم اگه یه اسکولی جیم نداشته باشه، این 100 درصد زیر 300 تا سیگه دانش آموزش. چون اگه بالای 300 تا بود، باید این درمانگاه و جیم رو درست میکرد. خب اصلا قانون بود دیگه، ماست. ولی اگر نداشته باشه پس احتمالاً کمتره دیگه. این گزینه خوب میتونه باشه. این میگه if a school has a gym then it also has an infirmary، یعنی بازم این ربطی نداره. شما فکر کن یه مدرسه‌ای داری که مثلا 200 دانش آموز داره، کمتر از 300 تاست، براش دوست داشتی جیم درست کردی، قانونم نبوده همینجوری جیم گذاشتی، ولی infirmary نداشتی، پس این هم هیچی، فقط گزینه D is correct. آن سوال آخر بچه ها، این تیکه سوال هم خیلی بالندیه، شما باید بفهمید که کدوم یکی از این از این مجموعه کدوم یکیه. مثلا بیا نگاه کن ببین چی میگه. میشه افتید دایی رو هم illustrate the relationship between. میگه even numbers باش multiples of 12. بچه شما میدونید تمام ضرایب 12 even هم دیگه نه؟ خب بعد میگه تمام multiples of 6، بعد تمام ضرایب 6 ضرایب 12 هم هستن بچه ها، نیستن؟ قبول داری دیگه. بعد تمام ضرایب 6 ایون هم هستن. دیدی چی شد یه بار دیگه. پس این میشه ضرایب 6 ضرایب 12 اینجاست مثلا. بعد ضرایب 12 و ضرایب 6 دوتاشون چی بودن؟ ایون نامبر بودن دیگه. قبوله؟ پس این ستا تو هم دیگه. ستاشون همشون تو هم دیگه. پس الان میتونیم بیایم بگیم که مثلا گزینه 2 درسته دیگه. نه ببین گزینه 2 سه تا چیز تو هم دیگه است، پس این فیگر 2. اینا رو بعد تشخیص بدین که کی کدوم، یعنی هر چیزی قسمتی از کدام یک از اونها هستش یا اصلا به هم ربطی ندارن، مثلا دوتاشون جدا توی یکی دیگه. ولی اینجا میبینین که مثلا ضرایب 6 حتی ضرایب مثلا 12 هم بودن از درونشون. اینم از این. و یه چیزی رو فکر کنم من اینجا اشتباه کردم. آره ببین تمام ضرایب 12 ضرایب 6 هم، شما مثلا عدد 18 رو در نظر بگیر، 18 ضریب 6 هست ولی ضریب 12 نیست. پس این فلشی که من اینجا کشیدم رو برعکس کنیم که این، یعنی اول اون 12 هست ضرب 12 تو ضرب 6 هست، ضرب 6 توی
ایون نامبرن، کلشون تو ایون نامبرن. اینم از اینم از سوالای لاجیک بچه ها، و اینستاگرام من توی دیسکریپشن هست، میتونید فالو کنید، مصالح آندرلاین مصالح. و اینکه یه سری چیزا حالا درباره تورین و دانشگاه و ریاضیات و این چیزا میذارم توی پیجم که ممکنه به دردتون بخوره، میتونید سوالی داشتید بپرسید. هر سیمولیشن یا سوال دیگه ای هم حل کردید میتونید با من در ارتباط باشید از طریق ادمین کانال تلگرام و سوالا رو بپرسید. اینم از این، مراقب خودتون باشید بچه ها، پررو باشید، پرروی خوب، و اینکه مراقب خودتون باشید و درس بخونید. خدایا رو نگهدارتون.